خطا عملا در تمام سیستم های دنیا وجود داره، حالا آنتنیه یا کوئلیه یا تصویریه. شرایط تشخیص خطا بستگی به نوع مدار سیستم که فرکانسی باشه یا مغناطیسی باشه هم داره. شما با سیستم های آنتنی که خوراکی هستن خطا رو نمیتونی تشخیص بدی و اصلا اصول علمی ویژه خوراکی ها یا آنتنی های خوراکی ندارن که بخوای خطا رو تشخیص بدی یا مشخص کنی هدف اصلی هست یا نیست. در پالسی بی ال اف تی آر بی اف آ جریان تنظیمات برای همینه که اپراتور بتونه اون وضعیت ایرادی که از منابع دیگه ایجاد میشه مثل اینجا قابل تشخیص باشه و مشخص کنه. خب این کار با اپراتوره. سیستم توانایی داره اون فلز رو بگیره، تفکیک کنه، جدا سازی کنه و مشخص کنه. خب دیگه تشخیص خطا با اپراتوره. خیلی جاها سنگ ها و کانی ها منابعی هستن که میتونن ایجاد خطا بکنن، میتونن حتی داخلشون مقدار کمی از فلز طلا یا فلز مورد نظر یا هدف مورد نظر رو داشته باشن. این دیگه بستگی به تنظیمات، توانایی و نوع تکنیک کاری اون سیستم داره. و اگه سیستم بتونه نوع طلا رو از منابع دیگه جدا کنه، مخصوصا طلا رو در اون بگیره و ذرات مزاحم با تنظیماتش تشخیص بده، دیگه خطا از سنگ ها یا خطا از کانی ها توسط اپراتور باید قابل تشخیص باشه، چون سیستم این توانایی رو داره. در خیلی جاها منابعی وجود دارن مثل سیلیس ها یا منابعی که از جریان سیلیس ساخته شده یا جریاناتی که مانند سیلیکات آلومینیوم ها در اون هست یا روز های پخته هست، اینا میتونن خطا ایجاد کنن. یا حتی آهک ها یا منابعی مانند کربن ها، زغال ها، کلسیوم ها، اینا همه میتونن ایجاد خطا کنن در همه دستگاه، چه میخواد دستگاه آنتنی باشه، چه میخواد پالسی بی ال اف تی آر بی اف او باشه، چه میخواد سیستم های تصویری باشه. این خطا پدید میاد. ولی در سیستم هایی که عدد ویدیو و ترشولد 100 تا 8 دارن، شما میتونی آهک رو از گچ و منابع دیگه تو قسمت پول تب ها جدا سازی کنی، تشخیص بدی و مشخص کنی. این دیگه کار اپراتوره، چون عدد ویدیوهایی دارین، ترشولد 100 تا 8 دارید و میتونید جدا سازی کنی، تشخیص بدید. شما مثلا اگه جای ویدیو 55 ترشولد 45 رو میذارید و میرید یک منبعی رو میگیرید، میتونید با تغییر اعداد بنابر طبقاتش حتی در ارزیابی زمین برای کد نوع مواد معدنی یا منابعی که اونجا اکثریتا یا امکان داره توده‌ای باشن، تشخیص بدید که هدف اصلیه یا منابع دیگه است. پس با یه ارزیابی راحت میشه بین سیلیس ها، کربن ها، زغال ها و همه اینا تشخیص ها رو ایجاد کرد. پس تشخیص یا ایجاد تشخیص با اپراتوره، چون سیستمیه که عدد ویدیوهای داره، ترشولد 100 تا 8 داره، کددهی میشه و میتونه در زمان تمرین طلا رو بگیره در عمق و تفکیک و جدا سازی کنه. پس توانایی جدا سازی هم داره، چون طبقاتی از اعداد ویدیوهای رو داره. شما هر منبعی رو که بخواید میتونید با عدد ویدیوهای جدا سازی کنید، تفکیک کنید، تشخیص کنید بدید، به شرط اینکه بتونید روش‌های ارزیابی درست از زمین رو هم به دست بیارید. چون شما وقتی ارزیابی زمین رو به دست بیارید، متوجه میشید که منبعی که در اونجا هست چه میزان از منبع مواد معدنی هست و امکان داره در جای توده شده باشه. شما با تغییر تنظیم عدد ویدیوهای میتونید تشخیص بدی کلسیوم و سیلیس و زغال و امثال اینا رو میتونید تشخیص بدید، چه در آنتنیش و در تصویریش. این دیگه کار اپراتوره، چون اطلاعات علمیش، فنیش، دستورالعملیش وجود داره. خطا در همه سیستم ها هست، هیچ که نمیتونه بگه سیستم من خطا نمیکنه یا سیستم قابل خطا وجود نداره، چون سیگنال های هم عرض، هم شکل، هم گن، همه اینا وجود دارن. ولی با وجود عدد ویدیوهای در لک سرنگی یا کالر پرو یا در آنتنی، اپراتور میتونه این جدا سازی رو برای تفکیک، تشخیص به کار ببره. وقتی شما عدد ویدیوی رو مثلا 55 میدی، با ترشولد 45 میاد کد دی میکنه، اون هدف رو میگیره، اون دیگه هدف واقعی است. به شرطی که با کدای دیگه اون محدوده رو نگیره، اون عدد ویدیوی نده، اون ترشولد نده، تو تصویریاش نده، تو سیگنالا شیک های هم شیک مثلا در سیگنال بالا بده یا در تفکیک رنگش بیاد با دیوی های مختلف یا با روش های گوناگون یا با ترشولد پایین همون عددی رو بده در تفکیک رنگ در اعداد ترشولد بالا داده. اینا توانایی سیستم های تصویری و آنتنی فرکانسی که عدد ویدیو و ترشولد 108 داره. پس اپراتور میتونه زمینه کار رو برای حذف خطا یا تشخیص خطاها در دست داشته باشه، در اختیار داشته باشه و پیاده بکنه.